تئوری‌های توطئه همیشه و در هر زمینه‌ای وجود دارند. سفر به ما هم یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مورد حمله این تئوری هاست. این که آیا واقعاً آپولو 11 روی ماه نشست یا نه، چیزی است که پس از سالها هنوز دچار ابهام است. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل ما را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. در ژوئیه سال 1969 بود که میلیون ها انسان از سراسر جهان اولین فرود انسان بر روی ماه را به صورت زنده تماشا کردند. و این در حالی بود که قدرت تکنولوژی آپولو 11 حتی نصف گوشی‌های موبایل امروزی نبود. طبق گفته برخی، در آن سالها ناسا به ناگاه متوجه شد فناوری لازم برای فرود روی ماه را در اختیار ندارد. ولی از آنجایی که با شوروی در رقابت تنگاتنگی بود، سعی در صحنه‌سازی سفر به ماه کرد تا در این رقابت برنده باشد. به محض بازگشت سفینه فضایی آپولو 11، شایعاتی به راه افتاد که واقعی بودن فرود نیل آرمسترانگ بر روی ماه را زیر سوال می برد. لحظه‌ای که برای همیشه با این جمله معروف آرمسترانگ در ذهن‌ها ثبت شد. این قدمی است کوچک برای انسان و جهشی عظیم برای بشریت. با انتشار کتابی به نام ما هرگز به ماه نرفتیم، کلاهبرداری 10 میلیارد دلاری آمریکا در سال 1976 این شایعات ابعاد بزرگتری پیدا کردند. نویسنده این کتاب بیل کیسینگ بود، خبرنگاری که در بخش روابط عمومی یکی از شرکت‌های پیمانکار ناسا کار می‌کرد. بعدها منکران فرود آپولو 11 بر ماه بحث‌هایی را که او در این کتاب مطرح کرده بود را علیه ناسا به کار گرفتند. اول، توان فناوری‌های دهه 1960 چنین اجازه‌ای را نمی‌داد و اینکه چرا حالا که پیشرفت‌های حیرت‌آوری در تکنولوژی داشته‌ایم این سفر و فرود دوباره تکرار نمی‌شود. دوم، مأموریت آپولو تنها 2 سال قبل از آن به شکست فاجعه‌باری انجامیده بود، چنان که در جریان آن 3 فضانورد به نام‌های گریسون، وایت و چافی زنده زنده سوختند. حتی برخی حد زدند چون حاضر به همکاری با پروژه مشابهی نشدند به قتل رسیدند. این مدعیان از 7 نفر دیگر هم سخن میگویند که به همین دلیل کشته شدند. انکار کنندگان میگویند آپولو 11 را طراحی کردند تا آن خاطره را محو کنند. سوم، از آن 3 فضانورد تنها نیل آرمسترانگ بود که در برنامه‌های عمومی شرکت می‌کرد و تازه او هم چندان شاد و فاتح به نظر نمی‌رسید و رفتار و گفتار او به گونه‌ای نبود که چنین تجربه‌ای شگفت‌انگیزی را به انجام رسانده باشد. انگار او و دوستانش شوکه بودند یا از همکاری در این پروژه پشیمان شده بودند، منتها راهی نداشتند و یا از شخصی می‌ترسیدند. حتی در این کتاب ادعا شده تصاویر منتشر شده مربوط به کره ماه نیست، بلکه در یک پایگاه نظامی و یک استودیوی فیلمسازی ساخته شده و کل پروژه هالیوودی است. تصاویر فرود آپولو 11 برای کسانی که سفر به ماه را انکار می‌کردند خود یک مدرک بود. آنها می‌پرسیدند چرا در فضای پس‌زمینه سطح ماه ستاره‌ای دیده نمی‌شود؟ و پرچم آمریکا در محیطی که هوا در آن جریان ندارد چرا تکان خورده؟ مایکل ریچ، ستاره شناس از دانشگاه کالیفرنیا میگوید برای رد این تئوری یک توجیه علمی وجود دارد. پرچم به دلیل فشاری که آرمسترانگ و دیگر فضانورد همراه او به نام باز آلدرین موقع فرو کردن آن در زمین وارد کردند، چین خورده و از آنجایی که جاذبه در سطح ماه 1/6 جاذبه زمین است، پرچم به همان حالت باقی مانده. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث کمربند وان آلن است. پرتوهایی که دور تا دور زمین را پوشانده و منکران عملیات آپولو 11 می‌خواستند بدانند
چگونه فضانوردان بدون هیچ آسیبی از این کمربند مرگبار گریختند. در مراحل اولیه این عملیات فضایی، پرتوهای این کمربند یکی از نگرانی‌های اصلی بود. اینکه فضانوردان در معرض میزان کشنده‌ای از این پرتوها قرار نگیرند. اما به گفته ناسا، سرنشینان آپولو 11 در سفر خود به ما کمتر از 2 ساعت در کمربند وان آلن بودند و در نقاطی که تشعشعات به حد اکثر می رسیدند، حتی 5 دقیقه هم باقی نماندند. یعنی آنقدر آنجا نبودند که پرتوها رویشان اثر بگذارد. اما با تمام اینها، اگر سفر به ماه دروغ نبوده، چرا ناسا چیزی راجع به فعالیت‌های غیرعادی روی ماه نمی‌گوید؟ در چند سال اخیر، با وجود پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات تلسکوپی، به راحتی می‌توان سطح ماه را با کیفیت بالا تماشا کرد. به همین سبب، تصاویری که از سطح ماه منتشر شده، بسیار عجیب و قابل تأمل هستند. با دقت به این ویدیو نگاه کنید، چه چیزی می‌بینید؟ بله، اجسام شناوری که روی سطح ماه در حال پرواز هستند. چرا کسی توضیحی برای این اتفاقات به ما نداده؟ اگر ناسا به ماه سفر کرده، احتمالاً می‌داند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. یا همه چیز یک دروغ بوده یا چیزی را می‌دانند که قصد گفتن به ما را ندارند. جالب است بدانید چندی پیش ایلان ماسک اعلام کرده بود که قصد دارد تا سال 2030 حداقل 1 میلیون نفر را روی سطح مریخ ساکن کند. اما آیا امکان دارد این روند زودتر از اینها روی ماه انجام گرفته باشد و ما ندانیم؟ در ویدیویی که مشاهده کردید، تعداد زیادی اجسام شناور در حال پرسه زدن روی ماه بودند و این در حالی است که طبق گفته ناسا، آخرین باری که سفر به ماه انجام گرفت در سال 1972 و توسط یوجین سرنن بوده. ناسا خبرهای زیادی در خصوص سیارات مختلف منتشر می کند که گاهن بعضی از آنها اشتباه از آب در می آید و بهانه ناسا این است که چون ما از نزدیک به آن سیارات سفر نکرده ایم، احتمالاً در محاسبات خود دچار اشتباه شده ایم. اما طبق گفته خود ناسا، ماه تنها جایی است که توانستند چندین بار به آن سفر کنند. آنها همچنین گفته بودند در این قمر چیزی جز خاکستر و کوه نیست و نبودن اکسیژن باعث می شود که هیچ موجود زنده‌ای نتواند در آنجا دوام بیاورد. ولی صحت این موضوع زمانی زیر سوال می رود که بدانید بیشتر از 400 نوع درخت که امروزه بر روی زمین رشد می کنند از ماه آورده شدند. در سال 1971 دانه ها به وسیله فضاپیمای آپولو 14 به مدار ماه برده شدند و پس از آزمایشات به زمین برگردانده شدند. و حتی تا سال 2008 گفته بودند که ماه یک قمر کاملا خشک است. اما بعد از آن اعلام کردند که آب بسیار زیادی در این قمر وجود دارد و به صورت یخزده زیر گودال‌های بزرگ سطح ماه مخفی شده. گذشته از اینها، حتی اگر بدون چشم مسلح هم که به ماه نگاه کنیم، فقط یک طرف ماه را می توانیم ببینیم. یعنی تا چیزی از طرف ناسا منتشر نشود، ما هیچگاه متوجه نمی شویم که در طرف دیگر ماه دقیقاً چه چیزی وجود دارد. و البته یکی دیگر از عجایب ماه که از دید علمی ثابت شده این است که ماه کامل بر روی یک دسته از انسانها تأثیر جنون آمیزی دارد. نام این پدیده جنون ماه کامل است که حتماً در ویدیویی دیگر به آن می پردازیم. البته احتمالاً این همان موضوعی است که سوژه ساخت فیلم‌های ژانر تخیلی و ظهور گرگینه‌ها و خوناشام‌ها شده. اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن روی این قمر عجیب است و چرا این اطلاعات مدام در حال تغییر است، سوالی است که به راحتی نمی‌شود به آن پاسخ درستی داد. چگونه به ماه سفر کردند وقتی حتی یک دوربین مناسب فیلمبرداری نداشتند؟ اگر در زمان حال به این قمر سفر می‌کنند، چرا خبری از آن منتشر نمی‌شود؟ و اگر هم سفری صورت نمی‌گیرد، این اجسام عجیب روی سطح ماه چیستند؟ پاسخ این سوالات را به عهده شما می‌گذارم. به نظر شما پای موجودات فرازمینی در میان است؟
در ادامه فیلم هایی را به شما معرفی می کنیم که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید. ممنون که این ویدیو را تماشا کردید. لطفاً نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.